آتناسوویچ فعلا یه امتیاز رو برگردونده. مصوری می‌بینید که توپ رسیده، با برخورد کرده به خارج زمین. آتناسوویچ برای سرها. جمعیت سعی می‌کنه که اونو تحت فشار روانی قرار بده. دریافت خوبی انجام میده. پاس کوتاه. دریافت در زمین سرها. یک ضربه از منطقه چهار. قائمی، زرینی امتیاز تیم ایران رو به 19 می‌رسونه. حمزه زرینی از فضای بالای دست مدافعین روی توپ سربستان این آفشار زده میشه و در دفاع عقب زمین سرب دریافتی رو به همراه نداره. تغییر مسیر توپ عامل ایستا مدافعین عقب زمین سربستان به این توپ نرسید. همسه ای در برای ایران. حالا دریافت در زمین سرکان. آتناسوویچ زرینی پوشش خوبی رو ایجاد میکنه. محمودی توپش در زمین سر میخواد. استفاده از نقشه های متنوع در خط حمله و دووندن یا جا گذاشتن مدافعین روی تور سربستان چالا آتناسوویچ از زمین بیرون میره. ساسا استاروویچ جایگزین اون میشه. 20-15. اما مشکل سرپا آتناسوویچ نیست. خودتونم میدونن نداشتن پاسوره. حمزه زرینی تور مانع عبور توپ میشه. 16. برای سرکا حالا سرکش رو میزنه. دریافت خوبی انجام میشه. استفاده از سرعت، حمایت در زمین سرکا، پاس بلند. کوواسوویچ از منطقه چهار سعی در عبور توپ از روی دست مدافعین داره. در دفاع عقب زمین حمزه زرزانی به این بازیکن به توپ نمیرسه. یکیچ مجمدن در محدوده سرویس. توپش در محدوده زمین ایران جا نمیگیره. 21-17 اختلاف پوان چهار. همچنان برتری ما در مقابل سرب ها تا به اینجا. موسوی ببینیم چگونه به توپ ضربه میزنه. مهدوی به زمین میاد تا به جای سعید معروف در دفاعی روی تور کمک کنه. موسوی دریافت در زمین سرها. یک پاس کوتاه. دریافت در زمین ایران. محمودی آروم به توپ ضربه میزنه. خطای چهار ضرب رو داور اعلام میکنه. در واقع اعتقاد داره توپ از روی تور رد نشده. در واقع اگرچه اون منطقه رو دفاع پوشش داده بود اما توپ به لبه تور برخورد کرد. معروف به جای خودش بر میگرد. توپ را سکنن برای سرها در منطقه سرویس. حالا سرویسشو میزن. دریافت خوبی انجام میشه. به صورت پا. کار خوب حمزه زرینی. در منطقه شیش تیم ما را به امتیاز 22 میرسه. میبینید هر لحظه هر پوان یک نقشه، یک تدبیر، یک برنامه. نه اینکه سرب‌ها اینو بلد نباشن. پتکوویچ قادر به اجرای این کارا نیست. معروف پتکوویچ ببینید چگونه پاس میده. توپ در زمین ایران. محمودی امتیاز تیم ایران رو به 23 میرسونه. 23-18 اختلاف پوان به 5 میرسه. ست اول این دیدار. این فاصله کمک میکنه برای ست دوم که با اعتماد به نفس بیشتری کار دنبال بشه. ظریف توپ رو میگیره. قائمی به زیر توپ میزنه. توپ به دفاع برخوردی رو نداره. 19-23
پتکوویچ برای سرها. امروز سرویس خراب نکرده تا اینجا، عجبه. یک ضربه از منطقه چهار، توپ در زمین سرها، پاس بلند، ساسا دفاع میشه، تشکری در دفاعی روی توپ با پوشش مناسب با دفاعی کنار، جایی که حمزه زرینی حضور داره، اجازه عبور توپ رو به ساسا نمیدن. این بازیکن 24-19 فرهاد قانی دریافت خوبی انجام میگیره. این با 20 برای سرها. نینیاک آبشاش میزن 20-24. کوواسوویچ سه تعدیل در زمین سرها انجام گرفته. سرویسش در محدوده زمین ایران جا نمیگیره. 25-20 این ست به نفع ایران. ست اول تموم میشه. بازی تماشایی بچه ها رو دیدیم. تا شروع ست دوم پخش شبکه 3 میریم. انشاءالله با شما خواهیم بود. کلاس کجا برن؟ مدرسان شریف. کتاب چی بخونم؟ مدرسان شریف. کدوم آزمون شرکت کنم؟ مدرسان شریف. کی؟ مدرسان شریف. چی؟ مدرسان شریف. کجا؟ مدرسان شریف. تلفن 29-2-6. اسکای تبلت گوشی حرفه جی ال ایکس، دو هسته قدرتمند، واژه های خونا در نمایشگر شفاف 5 اینچی، ایدئال برای مطالعه با طراحی. اسکای تبلت و گوشی به همراه هم. اسکای با چه رتبه در رشته دلخواهتان قبول می شوید؟ آسان ترین راه برای کسب این رتبه کدام است؟ انتخاب کنید. 1-2-3 فرمول جدید پارسه 84-388. موتورسیکلت کبیر متناسب با فضاهای شهری. موتورسیکلت کبیر پر از انرژی. موتورسیکلت کبیر در کنار اعضای خانواده. موتورسیکلت کبیر برای سخت‌ترین مسیرها. کبیر موتورسیکلتی برای همیشه و همه جا. آی رئیس، یه ساعت دیگه میرسن. یه ایمیل همین الان رسید، فکر کنم تا یه ساعت دیگه هم نرسن. شما اینترنت دارین؟ هیچ زمانی از دست رفته نیست با وای مکس موبیل نت. بخش مستقیم مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون ها. پنجم خرداد تا دهم تیر ماه، برزیل، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، اسپانیا، اوروگوئه، نیجریه، تاهیتی. برنامه یک گزارش ورزشی شبکه 3 سیما. با تشکر از همکاران خوب در پخش شبکه 3، تا بازی هم شروع نشده من خدمتتون عرض کنم که خب بازی اول تیم‌های آلمان و کوبا که آلمان موفق شد 3-0 کوبا رو بزنه، اما در جدول این بازی‌ها در گروه به ایتالیا با 15 امتیاز در جای اول هست، روسیه با 13 امتیاز در جای دوم، همین صربستان 9 امتیازیه، آلمان خودش 4 امتیاز داره و تیم ما با 1 امتیاز که روز اول موفق شد 1 امتیاز رو بگیره و بعد از ما هم کوبا بدون امتیاز در واقع در جای ششم قرار داره. بازی با سرویس
حمزه زرینی آغاز خواهد شد، بازیکنی که امروز به مراتب بهتر از دیروز بازی کرده. سرویس عالی او در برگشت موقعیت برای خود زرینی. یه لحظه سپاهان رو جمع میکنن، فرصت حالا برای مباشری هست که با دست دفاع بازی میکنه و توپ رو دست دفاع کنار میزنه. این بازیکن که در روز اول بازی دلچسبی رو از اون ندیدیم و تعویض شد و شهرام محمودی جای او گرفت، یا پوریا فیاضی. یک بار دیگه حمزه زرینی با کمی مکس، حالا سرویس خودش رو میزنه، دریافت سختی انجام میشه، یک امتیاز سرویس رو حالا حمزه زرینی به دست میاره. از ساعدهای بازیکنان حرفه‌ای در واقع سربستان، نیکولا کوواچویچ این امتیاز گرفته میشه و جمعیت یک صدا حمزه زرینی رو مورد تشویق قرار میده. زمانی که بچه های ما سرویس میزنن سالن کمی آرام تر هست. این بار هم خوب بزنن، چیزی از یک آفشه روی تو کم نداشت، با فاصله زیاد حالا دریافت انجام میشه، فرصت برای سریدان میبره وزیر سرعتی، یک جای خالی تو کو جمع میکنن سپاه. اتاناسویچ ضربش رو میزنن، مهره اصلی در واقع سرب ها که در بازی روز اول هم بیشترین بار حملات روی دوش این بازیکن، چهره فراد ظریف رو روی تصویر می‌بینیم. روز سختی رو تجربه کرد و امروز هم وظیفه سنگینی رو به عهده داره. 18 پدرس معروف می‌بره بازی رو به منطقه 4. ضربه علیرضا مباشری، بازیکن 25 ساله 1.90 سانتی‌متری از باشگاه پیشگامان کویر یزد، به این شکل امتیاز رو میگیره. ممنون اصلا از همکاران خوبم قاد سیار. صحنه زیبایی که از این زاویه قشنگتر بود. 3-1 آرمین تشکری، یه ضربه توپ به دست دفاعی کنار ما برخورد میکنه، از ضربه که یاره شماره 10 نکیش میزن یاش نکیش. این بازی معروف، یه پاک برای حمزه زرینی، اصلا قابل مقایسه نیست بازی روز گذشته او و بازی امروزش. ما در بازی روز اول واقعا از نداشتن یک بازیکن دریافت کننده قدرتی رنج می‌بردیم. شهرام محمودی بسیار خوب رو می‌زنه، همون نقشه رو حالا ولادو پتکوویچ استفاده میکنه. حساب کار 4-3 میشه، با این تفاوت که ما یک ست رو جلوتر از سرپا هستیم. ایلوش نکیچ بازیکن قدیمی تیم سربستان، حمایت در زمین ما، نقشه عوض میشه. شهرام محمودی باز هم برگشت و فراد زدیف میرسه توپ به سعید قاطعی، میره به پشت خط، ضربه حمزه زرینی، یه توپ خیلی خوب رو از دست داد، میتونست ما رو به امتیاز 5 برسه. 5 امتیاز ما به دست نیومدیم، حالا 4-4 در امتیازات برابر میشیم. زرینی مباشری آروم میزنه تا ما حالا در دفاع بتونیم کاری انجام دیم. سعید معروف یه ضربه، باز هم در مسیر توپ خودش رو قرار میده فرهاد ظریف، اما توپ با سرعت خیلی زیادی از دفاع بر میگرده. 5-4 سرب‌ها جلو میفتن. شروع بازی مسیر اول با امیر غفور بود که گفتم با روزهای و سالهای گذشتهش امیر غفور قدری فاصله گرفته. باز هم مباشری، کار خوب بازیکن سرعتی ما موسوی، دفاع وسط رو جا میذاره تا او با یک دفاع ضربه خودش رو آروم بزنه. امتیازات برابر میشه.
ولادو پتکوویچ، شهرام محمودی، حالا برای حمزه زرینی، توپگیری در زمین سربستان، یه ضربه داور اعلام میکنه که توپ از پشت آنته و خطا اعلام میشه و آقای فیلیپ برگ داور اول هرچند به مذاق نیکولا کوواچویچ سازگار نیست، اما داور امتیاز از توپ رو به تیم ما داده. 6-5. یک کار سرعتی تا 7 دراگان، کاپیتان دراگان استانکوویچ، بازیکن 2.5 متر 27 ساله با 148 بازی، کسی که الان سرویس رو میزنه از باشگاه لوی بانکای ایتالیا، یه دستی هم تو بسکتبال داره معروف. یه پاس سرعتی رو داره موسوی، موسوی که در بازی اول هم بازیش نقص نداشت. حساب کار 7-6 میگه. ایگور کولاکوویچ رو میبینید، خود موسوی زد سرویس پرشه پتکوویچ به سختی توپ رو بر میگردونن بچه، اما قدری عجله در کار باعث میشه تا ولاسکو هم در کنار زمین ناراحت بشه از این امتیازی که بچه ها از دست دادن. امتیازات برابر میشه، این بازیکن رو که شما هم میدونید اسمش 14 الکساندر آتاناسویچ. بشه به لبه تور یه ضربه است مباشری در برگشت، موقعیت برای نیکولا کوواچویچ 30 ساله با 150 بازی ملی. خدمتتون عرض کنم وقت استراحت رو وقت استراحت فنی برای دو تیم باشگاه اسکو لهستان بازی میکنه و یکی از بازیکنان با تجربه در واقع تیم سربستان به حساب میاد. صحبت های ایگور کولاکوویچ، این ضربه حمزه زرینی بود که توپ رو تبدیل به امتیاز کرد و صحنه های زیبایی که به این شکل مباشری موفق شد از بغل دست دفاعی وسط توپ خودش رو بخواد. ست اول و بچه بردم و 8-7 تا به اینجا جلوتر از تیم سربستان هستن. ولاسکو با معروف صحبت میکنه. دو تیم برای ادامه بازی به زمین بر میگن. سرویس رو 14 خواهد زد و جمعیتی رو تحت فشار میزنه تا بالاخره توپ این بازیکن هم به تور میخوره. حساب کار 8-8 برای هر دو تیم خواهد بود. سعید معروف، پتکوویچ دفاع میشه، حمزه زرینی آتاناسویچ رو دفاع میکنه، یک دفاع تموم عیار در مقابل این بازیکن 2.47 متر بازی ملی. سویس از دست میده سعید من، امتیازات برابر میشه برای دو تیم. یک نیکولا کوواچویچ، سعید معروف برای حمزه زرینی، یه لحظه در مسیر توپ قرار میگیره، حالا موقعیت برای
تیم ما که توپو برمیگردونن. این بار ببینیم ضربه شهر رو محمود چه خواهد شد. باز هم سرها دست بردار نیستن. امتیاز برای تیم ما روی تابلو امتیازات نقش میبنده. ولاسکو رو میبینید در کنار زمین. 10-9 چهره نگران ناکیچ. بار دیگه حمزه زرینی باید ضربه اول رو بزنه. صحبت با دفاع روی تور هست. نتری مکس از 8 ثانیه زمان سنسش استفاده میکنه. توپ تور میشه. اما جمعیت او رو تشویق میکنه و بهش روحیه میده. خودش ناراحت چرا که یک امتیاز رو از دست داده. ولادو پتکوویچ و این هم پادرس. یک دریافت مطمئن و بدون نقص. یه ضربه دیدنی از آرمین علیرضا مباشری امتیاز ما رو به 11 روز سختی رو سرپا دارن پشت سر میذارن. 11-10 آرمین تشکری. پتکوویچ دفاع میشه. آتاناسویچ موسوی یک دفاع عالی رو در مقابل این بازیکن انجام میده. حرکت موسوی رو اگر ببینیم که عالی خواهد بود. ممنون. اصلا نگاه کنید چقدر خوب خودش رو رسوند به دفاع کنار. واقعا کار سخت و دشواری که از پس کار خوب بر اومد. بعد نگاه کنید تعجب آتاناسویچ رو. 12-10 توپ اوت میره از سرویس آرمین تشکری. بازیکن سرعتی تیم ما. بازیکن 26 ساله ای که در این دور از مسابقات به تیم ملی دعوت شد. 12-11 یه ضربه از شهرام محمودی. برگشت توپ به زمین ما. سعید معروف بازی سرعتی رو ازش استفاده میکنه. ضربه یار شماره 15 ساشا استراویچ متواشکای لوبانکای سری آ ایتالیا. 12-12 ولادو پتکوویچ. مباشری مسیر توپ خودش قرار میده. راستش بازیکن آزاد به صورت جاخالی. حمایت رو بچه ما به خوبی انجام میدن. ضربه شهرام یه ضربه بی‌دقت از او باعث میشه تا سرب ها حالا در امتیاز 13 قرار بگیرن و یک امتیاز از ما جلوتر باشه. 13-12 ضربه حمزه زمین. هر جوری هست بالاخره در زمین سرب ها میخوابه. توپی که به لبه تور میخوره و یک امتیاز برای ما در پی داره. به این شکل نگاه کنید سرعت توپ هم گرفته میشه و کاری از استان آسیچ بر نمیاد. 13-13 ساشا استراویچ بازیکن 2 متر و 7 سانتی متری سرپاک 24 سال با 138 بازی ملی که دو بار پیاپی پتکوویچ از او استفاده کرد. ناکیچ گرفت بعد از زمینی. حمله موفقی رو ما نداریم. حالا در برگشت اثر خدمت برای سرپاک هست. نیکولا کوواچویچ باز دفت برای سرها. این بار کدوم آجه مباشری به سر پنجه های دست بازیکنان سر میزنه تا
دریافتی رو به همراه نداره. ساشا استانوویچ در مقابل او بود اما از پس کار بر میاد. علیرضا باباشاری حالا خودش باید زننده ضربه اول به توپ باشه. یه پاس سرعتی میخوره توپ به فراد ظریف و در برگش حمزه ظریفی. نه داور فیلیپ و توپ رو به سرپا میده. امتیاز 16 برای سرپا به دست میاد. 16-14 تا به اینجا در ست دوم. البته سرعت بازی هم سرعت خوبی رو تا به اینجا داشته که بچه ها استفاده کردن و مهم اینه که ما در بازی خطای کمتری رو داشته باشیم و به حد اقل برسه تا بتونیم فاصله امتیاز رو هم حفظ کنیم. هرچند ما با تیمی داریم بازی میکنیم که قهرمان اروپاست و 16 بار در لیگ جهانی از سال 1997 حضور داشته. در سال 2002 سوم شده، 2003 نایب قهرمان شده، 2004 باز هم مدال برنز رقابت ها داشته، 2005 دوم شده، در سال 2008 و 2009 تونسته نایب قهرمان لیگ جهانی بشه و در سال 2010 هم سوم شده. تیم قدرتمندی است که خود شما حساب کنید که ما حالا در مقابل چه تیمی داریم بازی رو انجام میدیم، با چه پیشینه‌ای در واقع این تیم داره با ما بازی میکنه. 16-14 تیم ما جلوتر از سربستان. یه صحبه دیگه از شهرامون بازیکنی که در روز اول هم وقتی به زمین اومد خیلی مثمر ثمر بود برای تیم ما. موسوی بازی کنه پشت استینه تیم ما سبس عالی رو میزنه که در انتهای زمین موقعیتی برای جسمن مارکو پودرس این دفاع رو انجام میده. 17-15 تعویض برای تیم ما. 2 عادل غلامی به جای تشکری به زمین، یکی از بازیکنان سرعتی تیم ملی کشور ما. 15 یه تیکه توپش به اوت میره. 17-16 سپاه یک امتیاز جلوتر از ما هست. معروف کاویچ پاس سرعتی برای پاترس، بلافاصله ضربه خودش رو میزنه و امتیاز رو به 18 میزنه. چهره عرق کرده علیرضا باباشاری رو یه لحظه با هم دیدیم. 1 نیکولا کوواچویچ، فرهاد ظریف بلند برای شهرام محمد. یه ضربه آرام اما مطمئن باشید که فکر و دقت پشت این ضربه بود از مقابل سه مدافع. سیچالو هم یه لحظه روی نیمکت دیدیم. 18-17 سرویس یه سرویس عالی، بهتر بگم یک آبشار عالی رو وارد زمین سرب ها میکنه و دشمنش تکمیل میکنه دفاع خوب بچه‌ها و امتیازات رو برابر میکنه. 18-18 حالا دو تیم در امتیازات برابر میشن. لحظه ای که ناکیچ در کمند دفاع روی تور بچه ما غافلگیر میشه. 18-18 یه بار دیگه باز هم در به سر میزنه دفاع عقب رو ناکیچ. چا میتونستن این توپ رو هم تبدیل به امتیاز کنن.
که از بین دستان مدافعین وارد زمین شد. پاس هم سرپا جلوتر از محصر امتیاز 12-18 پودرس، مارکو پودرس، و جمعیت میبینید که چه فشاری رو از حضرت روحی به اون وارد میکنن، اما اونها تشبه این شرایط رو دارن. توپ روی پای کوواچویچ میخوره و بازی هم درستی ادامه پیدا میکنه. یه ضربه از علیرضا مباشر، بارکن روز اول میتونم بگم جنب بازی رو گرفته بود. ما بازیکنانمون برای اولین بار در لیگ جهانی حضور دارن. بعضی از بازیکنان مثل سعید معروف و موسوی و همزری در رقابت جهانی شرکت داشتن، اما لیگ جهانی یه چیز دیگه است. پتکوویچ برای ساشا استاروویچ، خیلی از بالا 20-12 بلادو پتکوویچ، یک امتیاز سرویس رو میگه. زرینی و مباشری به تصور این که توپ به اوت میره توپ رها میکنن. بلافاصله ولاسکو تقاضای وقت استراحت 30 ثانیه رو میکنه. اختلاف امتیاز 2 میشه. یه وقت استراحتی که به جا گرفته میشه تا وقفه ای رو در بازی ایجاد کنه. این ضربه شهرام محمودی رو بود و ولادو پتکوویچ. خدمت رو عرض کردم بازیکن 30 ساله با تجربه و با 161 بازی ملی که این فصل رو در کالی مازندران بازی کرد و یکی از مهرهای خوب تیم کاله بود. دو تیم به زمین بر میگرد. 21-19-5 ولادو پتکوویچ. شهرام محمودی بار با قدرت میزن. دو تعویض دو تیم رو انجام خواهد داد. مهدوی و امیر غفور به زمین میان. امیر غفور در خط جلو قرار میگیره و مهدی مهدوی هم در خط سرویس. تا خط حمله ما باز هم با سه مهاجم در مقابل سرب ها باشه. 21-20 برای سربستان. ست دوم رو شاهد هستیم. مهدی مهدوی، کوویچ، توپ میرسه زهریبی، امیر غفور رو بر میگردونم سرب ها. ببینیم رأی داور رو. توپ امتیاز رو به سربستان میده. توپ به دست موسوی برخورد کرده. فیلیپ ورک اعلام میکنه و موسوی رو با دست نشون میده که توپ به دست او خورده. تو این صحنه 22-20 به مهدوی به خوبی نمیرسه، اما مباشری یه جورایی جبران میکنه دریافت ناقص خودش. 22-21 هنوز پایان بازی به پایان نرسیده. لحظات حساس و پر التهابی که برای هر دو تیم داره رقم میخوره. پتکوویچ، بالاخره این ساشا دفاع میشه. بالاخره بچه او رو دفاع میکنه. دو مدافع با در مقابل ساشا استاروویچ قرار میگیره. دفاع عالی رو انجام. 14 آتاناسویچ به زمین میاد. بازیکنی که خوب جواب نداد، اما ایگور کولاکوویچ باز هم به او اعتماد میکنه. 22-22 امتیازات برابر میشن. یه صفه دفاع خوب از شما. حمایت رو سرب ها انجام میده. باز هم این توپ نیکولاکوویچ هست که در دفاع ما گرفتار میشه. 23-22 ببینیم صحنه آستر رو از
این دفاع عالی موسوی زرینی و امیر یک دفاع منسجم با قامتی بلند در مقابل مهاجم سرپا. تماس وقت استراحت میشه برای سربستان، سربستانی که یک ست رو باگذار کرده و در آستانه حالا باخت در ست دوم هم قرار گرفت. جای شما عزیزان تماشاچی در سالن 12000 نفری خالی. ۲۳-۲۲ همچنان مباشری پتکوویچ، کدوم مهاجم برای آتاناسوف دریافت میشه اما نه به شکلی که همتیمی ها بتونن از او استفاده کنن. دراگان از زمین بیرون میره و ۲۰ سرسکو میسیلاک به زمین میره که در لهستان بازی میکنه، سرس خودش رو میزنه، یه پاس سرعتی برای هستن که بهتر از این نمیشه. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ دیدنش برای بارها و بارها برای ما و شما بینندگان لذت بخش است. ممنون هستم از همکارانمون، تصویر زیبا رو با هم دیدیم. وقت استراحت برای سربستان. چقدر قشنگ این آبشار و زمین، این هماهنگی که بین سعید معروف و موسوی شکل گرفت. 24-23 تیم ما جلوتر از سرب ها. دفاع موسوی رو دیدیم و حمزه زرینی، خوشحالی برای بچه های تیم ملی یک روز تماشایی رو نمایش گذاشتن. شور و شوق و شعف و هیجان در سالن موج میزن. 24-23 یه سپ سالی از موسوی، آتاناسویچ به داد سپ ها میرسه. 24-24 میشن دو تیم. حالا تیمی برنده است که به امتیاز 26 برسه. بلاسکو از موسوی تشکر میکنه که این خطر رو میپذیره و سرویس پرشی رو میزنه. حالا سرویس برای سپاه خواهد. جمعیت رو میبینید، آتاناسویچ دل تو دلش نیست. ببینیم به چه شکلی سرویس پرشی رو خواهد زد. میزنه، امتیاز رو میگیره. تور هم به کمک سرب ها میاد. 25-24 دو تعویض رو تیم ما انجام میده. سعید معروف و شهرام محمودی به جای خودشون بر میگرد. یک بار دیگه آتاناسویچ آیا قادر خواهد بود این رو بوده؟ باید با هم ببینیم. حالا ضربش رو بزنه، خوب هم زد، خداییش هم زد. حالا فرصت برای حمزه زرینی. خب توپ اوت میره بدون برخورد به دست مدافعین سپاه و سپاه موفق میشن این ست رو 26-24 از تیم ما ببرند. حالا در ست شماری یک ست برای تیم ما و یک ست هم برای سربستان. باز هم به پخش شبکه 3 میرید، در خدمت دوستانمون خواهیم بود. ده برابر جایزه جدید تبرک، 10 برابر وزن خانواده تان، اسکناس 100,000 ریالی از تبرک جایزه بگیرید.
چیتوز، طعم خوش لحظه ها. خوشبو کننده هوای کاسپیان، رایحه خوش و دلپذیر، خانه تازه با خوشبو کننده هوای کاسپیان، محصولی از فومن شیمی. چای محسن کدوم چای؟ همون چای که طعمش حرف نداره. آی بله، چای محسن کدوم چای؟ همون چای که رنگش حرف نداره. آی بله، چای محسن رو بریز تو استکان روی یه میز، طعمش و رنگ خوب تو چای محسن. آی بله، منتظر قرعه کشی بزرگ محسن باشید. چای محسن. جلوی دوربین هم عرض عروس خانم، با اجازه از همه بزرگترها، بنده وکیلم. یه عروس نوات بخواد بیاد ده. آره عاشق شدین نه حواستون نه این مرحله گذروندی؟ نه بهت نمی، منو ببین بهت نمی، بهت نمی، نگذروندی. آره توکل بر خدا و با اجازه پدر مادر و بزرگترا. بله 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 بله. یادتون باشه با لبخند به هم نگاه کنید. خدا حافظ. بزرگترین مراسم عقدکنان تلویزیونی برای اولین بار در شبکه 3، ویژه نیمه شعبان، دوشنبه 11 صبح، ویتامین 3. ست سوم 1-1 دو تیم از نظر ست شماری برابرند. در سمت راست ایران، در سمت چپ سربستان. پودروس کانن شروع کننده بازی. حالا اجازه دادن سرویس به پودروس کانن داده میشه. دریافت در زمین ایران به خوبی انجام میگیره. سعید معروف پوشش خوبی رو ایجاد کرد، برگشت تو، باز هم حمایت زرینی، این بار منطقه 4 زمین سرب‌ها رو هدف قرار میده. از فضای روی تور توپش رو عبور میده جایی که استانکوویچ قرار داشت و توپش در منطقه 4 دریافت رو به همراه نداره. معروف یک پاس کوتاه، استانکوویچ زننده ضربه به توپ بود. 1-1 دو تیم برابرن. تا به اینجا همه چی مساویه. 1-0 ایران، 1-0 سربستان، 1 امتیاز ایران، 1 امتیاز سربها. دریافت در زمین ایران، یک ضربه از منطقه 2، حمزه زرینی. به نسبت بازی اول شرایط بهتری رو امروز داره. جهش خوب، استفاده از فضاهای خالی روی تور و با چشمانی باز توپش از بغل دست مدافعین این بازیکن تا به اینجا عبور داده. 2-1 گانهای دو تیم در ست سوم. زرینی یک ضربه از منطقه 2، 10 زننده ضربه توپ است برای سرپا. میتیچ بازیکنی که شرایط مناسبی نسبت به بقیه بازیکنان نداره، این بازیکن که به جای پتریچ به زمین اومد. دریافت در زمین ایران، پاس بلند، این آبشار توپ دفاع برخورد میکنه و به بیرون زمین میره. مباشری زننده ضربه به توپ بود. کوواسویچ رو میبینیم و استانکوویچ. تشکری در منطقه سرویس. حالا سرویس شده
در زمین سرها. یک ضربه از منطقه چهار دفاعی خود موسوی بهترین مدافع روی طول برای هر دو زمین تا به اینجا. محمد موسوی عراقی بازیکن کوتاه‌زنی که خوب کمک کرده به دفاعی کنار و اجازه زدن ضربه به توپ رو و فرودش به زمین ایران رو نداده. تشکری چیزه یک دست آناتوسویچ توپشو میگه برگشت تو توپ در زمین سرها پاس کوتاه موسوی بازم تک دفاع میکنه استانکوویچ رو. این آبشار از میرسه مرافه توپ عبور داده میشه. برگشت توپ به زمین ایران هماهنگی دفاعی رو تو دفاع عقب زمین. حالا موسوی تک دفاع میشه استانکوویچ یکی از توپایی که دفاع شده رو در واقع تلافی میکنه. استانکوویچ برای سرها در منطقه سرویس حالا ضربه‌شو میزنه. دریافت خوبی انجام میگیره به صورت پاس. نقشای متنبه در خط حمله اجازه شناخت مهاجم حقیقی رو به دفاعی روی تور سرپا نمیده. یعنی که باور کنید چهار پاسور دیگه ما هم اگر به جای پتکوویچ تو زمین بودن شرایط خیلی متفاوت بود. یعنی اینقدر سطح پاسورای ما متفاوته. یک سرویس خوب شهرام محمودی که در ست اول هم سرویسای خوبش عامل تغییر وضعیت برای ایران بود. سه امتیاز برای سرها، سه پوان برتری برای ایران در سه تا سوم. مجدداً محمودی دریافت در زمین سرها پاس بلند کواسویچ دفاع میشه حمایت رو خودش انجام میده و ببینید چگونه مجدداً همون مهاجم به کار گرفته میشه. پیشبینی این که چه مهاجمی در خط حمله تیم سرها به کار گرفته میشه کار سختی است. اما مدافعین وسط ما یعنی موسوی و تشکری به خوبی از عهده این کار بر اومدن. آتناسوویچ برای سرها حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین ایران پاس بلند مباشری دفاع میشه حمایت از اون به خوبی انجام میگه. مجددا مباشری توپش پس از برخورد دست مدافعین به خارج زمین میره. 7-4 کوانهای دو تیم در ست سوم. فلیپ یه تذکر به مباشری میده که فقط بازی تو بکن، حق صحبت کردن با تیم حریف رو نداری. اون در منطقه سرویس قرار داره. دریافت در زمین سرپا یک ضربه از منطقه چهار که یک لحظه با ارتفاع زیاد در دفاع عقب زمین ما قابل دریافت بود اما سطح تکای زیاد دو بازیکن ما باعث شد نتونن جا به جا بشن که یکی شامل مباشری بود. 5-7 کوواسویچ برای سرها حالا سرویسشو میزنه. دریافت از ظریف به دنبال توپ محمودی برگشت توپ به زمین سرپا یک ضربه از منطقه چهار تک دفاعی خوب که اشاره شد نگیچ تک دفاع میشه توسط سعید معروف. امتیاز 8 برای ایران با این دفاعی رتور از سعید معروف به دست میاد. اولین زمان وقت استارت فنی که در اختیار دو تیم قرار میگیره. اگر هر توپی به خوبی در اختیار پاسور قرار بگیره و اون با نقشای متنبه تیم رو حرکت بده باور کنید خیلی آسون میشه کار. اما زمانی کار مشکله که توپ به خوبی در اختیار پاسور قرار نگیره. اونجاست که باید پاسورها به شکل مهاجم رو به کار بگیرن که کمتر مدافعین روی توپ متوجه این نقشه بشن تا زمانی که توپ برای مهاجم رها نشه.
اینجا ببینید شرایط یه مقدار متفاوته. بچه‌های ما با جابجایی به موقع، با عکس العمل خوب و برای رسیدن به همدیگه و کمک در دفاعی رتور تونستن نقشای خط حمله تیم سربستان رو ناکام بذارن. تیم به زمین بر میگرده. 8-5 اختلاف 3 در ست سوم حاشیه امنی رو از نظر روانی ایجاد میکنه. موسوی باید ضربه اول رو به توپ بزنه. حالا این کار انجام میده. تور مانع عبور توپشه یا ارتفاع توپش نسبت به تور که 2.43 متر هست پایین تره. پودروس خنن برای سرها، او هم از این نوع سرویس استفاده میکنه. دریافت در زمین ایران به خوبی انجام میگیره. این ضربه به تو از حمزه زرینی به خوبی توپش از بغل دست مدافع عبور میده. در واقع زمانی که تشکری حرکت میکنه استانکوویچ با اون حرکت میکنه و چون جا میبونه برای کمک به پتکوویچ، همون فضای ایجاد شده جای مناسبی است برای عبور توپ حمزه زرینی. یک ضربه از منطقه 6 به تو به صورت پای. 7-9 پتکوویچ برای سرها. حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین ایران. یک ضربه از منطقه 4 حمایت در زمین سرها. این بار از منطقه 4 برای سرها. نیکیچ یک پوان به دست میاره. 8-9 پوان های دو تیم در این سر. بازی دوم ایران و سروستان به صورت جاخالی. پوشش مناسب در زمین سرپا. یک پاس کوتاه. توپی که به زمین برخورد میکنه. صدای توپ تا اینجا اومد که به زمین برخورد کرد. حالا چرا فیلیپ در سوت خودش ندمید با تأخیر، در واقع که تصمیم بهتری رو گرفته باشه. سعید معروف صحبت میکنه با فیلیپ مارکو. پتکوویچ حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین ایران. بلافاصله در خط حمله نقشه تغییر میکنه. کوواسویچ توپ رو میگیره. این آفشار با دفاع همراه میشه اما توپ به بیرون زمین میره. نیکیچ زننده ضربه به توپ بود. 3 مدافع پوشش خوبی رو در روی تور ایجاد میکنن. یک امتیاز برتری سرپا. بلافاصله آقای بلاسکو تقاضای وقت استراحت میکنه تا روند امتیازگیری سرپا رو متوقف کنه. وقت استراحت برای این گرفته میشه که قطعاً نقشه ها و برنامه ها گوش زد میشه. نقاط ضعفی که وجود داره و توسط تحلیلگرا به مربی رسیده رو گوش زد بکنن تا تکرار وضعیت موجود ایجاد نشه. کوواسویچ رو میبینیم و برگشت دو تیم بزنه. 10-9 پتکوویچ حالا سرویسشو میزنه. یک پاس کوتاه. غلامی به زمین اومده. عادل غلامی آبشارش در انتهای زمین سرپا میخوابه. نه به دست استانکوویچ و نه دریافتی رو در انتهای زمین سرپا داره. سرعت در اجرای کار همه رو جا میذاره. حمزه زرینی در منطقه سرویس. حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین سرپا به صورت جاخالی. برگشت تو حمایت در زمین سرپا. توپ به دفاع برخورد میکنه و به خارج زمین میره. نیکیچ زننده ضربه به توپ بود. 11-10 این آبشار
برای فوتبال یک رو ایجاد میکنه و در منطقه سرویس قرار میگیره این بازیکن. به نسبت تمام حرکاتش دریافتش بهتره که تو زمین نگرش داشتن. پاس بلند برگشت تو مباشری هم دفاع میشه، دریافت در زمینه، سرها تو به خارج زمین. کوواسوویچ جاگیریش برای دریافت خوب بود، اما دقتش در دریافت به گونه ای نبود که توپ در اختیار دیگر بازیکنان سرب قرار بگیره. عادل غلامی در منطقه سرویس، این هم بلاسکو، دریافت در زمین سرب ها، یک ضربه از منطقه چهار به دنبال توپ، سعید معروف که به توپ نمیرسه. کوواسوویچ از منطقه چهار برای سرب ها زننده ضربه به توپ بود. 12-11 استانکوویچ دراگان، ببینیم چگونه به توپ ضربه میزنه. به صورت پریشی دریافت خوبی انجام میگیره، یک ضربه از منطقه دو، محمودی فضای بین دو مدافع رو برای عبور توپش انتخاب میکنه. حرکت خوب موسوی بدون توپ مارکو پودروسکانن رو متوقف میکنه در دفاعی روی تور تا نتونه کمک بکنه به دفاعی کنار. پس نقشه رو در خط حمله میبینید، برگشت توپ به زمین ایران از سرویس خوب، یک پاس کوتاه، چه توپی رو به خارج زمین میفرسه موسوی. یک توپ برگشتی قابل توجه شما که در والیبال مدرن امروز تیم موفق که از توپای برگشتی بیشترین امتیاز رو به دست بیاره. آتناسوویچ برای سرپا، سرویس رو میزنه، یک پوان سرویس رو میگیره. 14-12 بازیکنی که با ریسک بالا و با اعتماد به نفس خوب به توپ ضربه میزنه و این حکایت از این داره که در طول تمرینات این فن رو با مهارت بالا خوب یاد گرفته. آتناسوویچ برای سرها مجدداً در منطقه سرویس، ببینید دریافت اول رو با مشکل مواجه میکنه. برگشت تو پاس بلند، دریافت در زمین ایران، پودروس کانن، خطای اون اعلام میشه. توپی که کاملا در زمین ایران هست این بازیکن و ضربه دومه ایرانه، نمیتونه بهش ضربه بزنه به غیر از این که قصد حمله اون ثابت بشه به داور. مباشری حالا سرویسشو میزنه، دریافت در زمین سرها، یک ضربه از منطقه دو به صورت جا خالی، برگشت توپ پیش شما ناصب، این ضربه به توپ از پودروس کانل. کار خوب ظریف رو دیدید که چگونه خودشو در مسیر توپ قرار داد و مباشری که نتونست نیروی به توپ بده که این توپ از فضای زمین ایران وارد زمین سرپا بشه. 15-13 خوانهای دو تیم در ست سوم. کوواسوویچ رو میره تا در منطقه سرویس قرار بگیره. برای سرها کوواسوویچ حالا سرویسشو میزنه، دریافت به خوبی انجام میگیره. هنر بازیکنان ما رو میبینید با توجه به اینکه سرعت تو خیلی زیاد هست اما دریافت ها به خوبی انجام میگیره. موسوی دومین امتیاز پی در پی رو از دست میده. توپی که میخواد وارد زمین تیم سرپا بکنه ارتفاعش پایینه. امتیاز 16 برای سرپا در ست سوم. دومین زمان وقت اشارات فنی که در اختیار دو تیم قرار میگیره. ضربه کوواسوویچ رو به توپ دیدید. بنابراین میبینید در خیلی از زمینه ها ما توانایی مقابله با سرپا رو داریم. ضمن اینکه هر بازیکنی در پست خودش به صورت حرفه‌ای و با دقت کارش دنبال می‌کنه. فرهاد قائمی اگر در زمین نیست
به خاطر آسیبی که دید و تعویض شد. بنابراین فرهاد روزه اول بازی خوبی را ارائه داد، زمینی که در ست اول هم یکی از بازیکنان مؤثر تیم ما بود. از اون پشتش با اسپاس همراه شد و جایگزین اون مباشری است که تا به اینجا شاهد بازی بودی. دو تیم به زمین بر می‌گردند. کوواسوویچ مجدداً در منطقه سرویس قرار دارد. حالا سرویسشو میزنه. ظریف به خوبی دریافت رو انجام میده. یک پاس کوتاه. توپ به دفاع برخورد میکنه و به خارج زمین میره. ببینیم چه بازیکنی رو آقای فیلیپ اعتقاد داره توپ به دست مدافع برخورد کرده. پنج خود پتکوویچ رو اعلام میکنه که توپ به دستش برخورد کرده. اگرچه توپ به خارج زمین رفت، اما داور اعتقاد داره توپ زمانی که از روی توپ عبور میکرده به دست دفاع برخورد داشته. موسوی برای ایران. سرویس با سرعت بالا رو میزنه. یک پاس کوتاه. توپ در زمین ایران میخوابه. کودراسکانن مارکو فقط سعی در عبور توپ از روی توپ و رها کردن توپ به فضایی داره که اون فضا رو بازیکنی کوشش نداره. کودراسکانن حالا سرویسشو میزنه. با اختلاف زیاد توپش به خارج زمین میره. 15-17 اختلاف پوان دو. در ست سوم دریافت در زمین سرت ها. پاس بلند میکیچ ظاهرا راه میفته. 18-15 پتکوویچ امروز به نسبت بازی اول سرویس کمتر خراب کرده. حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین ما. در واقع این نوع سرویس‌ها کار ما رو راحت میکنه برای دریافت و اجرای نقشه‌های متنوع. این آبشار با دفاع برگشت داده میشه. آتناسوویچ دفاع میشه. توپ در زمین سرها. آتناسوویچ مجدداً آتناسوویچ و این ضربه به توپ. ببینید چند رفت و برگشت رو آروم به توپ ضربه زدن. یعنی دفاع رو دیدن و احساسشون این بود که توپشون رو اگه محکم بزنن با همون شدت به زمین خودی برگشت داده میشه. اینقدر رفت و برگشت انجام شد تا یک فضا مهیا شد تا استانکوویچ امتیاز 19 رو به دست بیاره. قابل توجه جوانان ما که سعی نکنن همیشه قدرت رو چاشنی کار بکنن. اگر فضای مناسب برای عبور توپ و زدن ضربه به توپ بود حتما این کارو بکنن. اگه این فضا در اختیارشون نبود و دفاع منطقه رو خوب پوشش داده بود، بنابراین دقت میتونه حاصل بهتری رو داشته باشه. تقاضای وقت استراحت میشه برای تیم ایران. تیم به زمین بر برای ادامه این ست و این بازی از سری مسابقات لیگ جهانی. پتکوویچ حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین ایران. به دنبال توپ که حتما به توپ نخواهد رسید. حرکت عادل غلامی امتیاز تیم ایران رو به 16 میرسونه. فقط سعی در عبور توپ از بغل دست مدافع داره. حمزه زرینی باید ضربه اول رو به توپ بزنه. برای ایران حالا این کار انجام میده. تور مانع عبور توپ بشه. 20-16 نیکیچ. حالا من یه فرصتی میگم در این سرها چیکار کرد. دریافت در زمین ایران. پاس بلند محمودی. حمایت در زمین سرها. به صورت پای جاگیر و دریافت خوب از زمین. توپ در زمین ایران میخوابه. استانکوویچ
در دفاعی روی تور پوششی رو ایجاد میکنه که عبور توپ از دست این بازیکن کار سختی است. 2 متر و 5 سانتی‌متر قد، زمینی که دستاش روی توپ تعبیه میکنه. 21 شانس، سرویس زده میشه، دریافت در زمین ایران، این بار از منطقه 2. محمودی از یک لحظه تعلل استانکوویچ برای رسیدن به کوواسویچ یک پوان به دست میاد. 17 عادل غلامی برای ایران. حالا سرویسشو میزن، دریافت در زمین سرخان، پاس بلند کوواسویچ، آبشارشو میزنه، توپش به دفاع برخورد میکنه، تغییر مسیر توپ باعث میشه حمزه زرینی به این توپ نرسه. استانکوویچ از زمین بیرون میره. لینیاک به جای اون وارد زمین میشه، فقط به خاطر اینکه سرویس این بازیکن به نسبت بهتر از استانکوویچه. به خوبی دریافت میشه. محمودی خیلی جهشش بالاست و از فضای توپش رو عبور میده که دست مدافعین نمیتونه این توپ رو در واقع پوشش خوبی بده. والیبال به دو چیز نیاز داره، قد بلند، جهش خوب. این دو فاکتوری که تا اینجا بچه ها خوب اجراش کردن. سرویس های زیادی رو در این ست ما از دست دادیم. 23-18 آتناسوویچ تعویض در زمین سرویس، بردوویچ به زمین میاد. هم همه تماشاگران حکایت از این داره که آتناسوویچ که ست دوم رو فقط یه تنه برد با دو تا سرویس یه زن در منطقه سرویس برای سرپا. حالا سرویسشو میزنه، سرویسش با اختلاف زیاد به بیرون میره. پتکوویچ به جای خودش بر میگرده. مهدوی به جای محمودی و قفور هم به جای معروف به زمین میاد. مباشری باید ضربه اول رو به توپ بزنه. حالا این کار انجام میده. دریافت در زمین سرپا، به صورت پای، برگشت توپ با جاگیر و دریافت خوب مهدوی. آتناسوویچ دفاع میشه. موسوی با کمک به دفاعی کنار، جایی که حمزه زرینی وجود داره، اجازه فضا رو به آتناسوویچ نمیده. ببینید، واقعا تشکر میکنم از همکاران خوبم که این صحنه رو به تصویر میکشن. دریافت در زمین سرپا، نقشه در خط حمله عوض میشه، باز هم موسوی است که به توپ ضربه میزنه. 3 امتیاز پی در پی برای ایران، اختلاف پوان رو به 2 میرسونه. تقاضای وقت استراحت میشه برای سرها. شناسایی مهاجم حقیقی توسط موسوی که یکی از بهترین مدافعین حال حاضره، جزء 4 مدافع برتر لیگ جهانی است. بنابراین این یعنی این که عکس العملش زمانی که تشخیص میده برای رسیدن به منطقه‌ای که مهاجم در تیم حریف باید به توپ ضربه بزنه خیلی بالاست. کار سختی است ولی موسوی قادر به اجرای این حرکت هست. در واقع توان در عکس العملش خیلی بالاست. دریافت در زمین سرپا، ببینید توپشون هم خوب میرسه. کوواسویچ، دریافت مهدوی، خوب مهدوی کار کرده. برگشت توپ به زمین سرپا، چه نقشه ای؟ بودروس کانن. اگرچه یه نکته رو من بگم، کرکتر و در واقع فرم پتکوویچ به گونه ای نیست که در واقع پاس خوب کوتاه رو بده، در صورتی که پاسورای ما از این مهارت خیلی برخوردارن. حالا اگه ببینید پتکوویچ با این ظرفیت
داخل زمین هست به خاطر که سرو بازرگوگونشون از این هم ضعیف‌تر. 24-21 کوواسوویچ این مشکل اوناست، استفاده شما میبریم. کوواسوویچ ظریف دریافت خوبی رو انجام داد. حمزه زرینی آبشارش رو میزنه، توپش به دفاع برخورد میکنه، اگرچه سه مدافع در مقابلش قرار دارن. این بازیکن با مهارت بالا به بغل توپ میزنه تا توپ از فضای دست مدافعین رد بشه و برگشت رو به زمین خودی نداشته باشه. موسوی حتما با ریسک بالا به توپ ضربه خواهد زد به خاطر که شرایط حساسه برای این. امیدواریم این سرویس ببینید با ریسک بالا برگشت توپ به زمین سرپا، توپ در زمین ایران، از فضای روی آنتن توپ عبور داده میشه. همه چیز بستگی به سرویس موسوی داره. تقاضای وقت استراحت برای سرپا، چرا؟ به این دلیل وقفه ای در زدن سرویس موسوی ایجاد میشه تا یک مقدار با اعتماد به نفس کمتری بتونه سرویسی با ریسک بالا استفاده کنه. حالا باید ببینیم موسوی چه نوع سرویسی رو به کار خواهد گرفت. اگر سرویس جهشی موجی بزنه دریافت به خوبی در زمین سرو انجام میگیره. گزینه در خط حمله چهاره، یعنی از چهار مهاجم میتونن استفاده کنن. اما اگر سرویس با ریسک بالا زده بشه احتمال خراب شدنش هم هست. ببینیم چه نقشه ای رو موسوی برای زدن سرویس به کار میگیره. محمد موسوی برای ایران در منطقه سرویس قرار داره. سرویس پرشی رو استفاده میکنه با ریسک بالا، توپش به خارج زمین میره. سرعت در اجرای کار خطا رو هم در پی داره. باید بپذیریم این واقعیتی است که باید تکرار اینقدر بشه تا یه مقدار میانگین بالاتر بره. خب این ست رو هم سرب ها میبرن 25-23 تا شروع ست بعد. در خدمت دوستان خوب، زمینی که صحنه آیستا رو میبینید، در خدمت دوستان خوب در پخش شبکه 3 هستیم. شمیم بویت ای گل در
بس کنم تازه در هوایم تا فدا کنم جان و دل برایت. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، شاهد سه ست با هم بودیم، سه ستی که دو ستش برای سرب‌ها رقم خورد و یک ستش برای ما، و ست چهارم اولین امتیاز رو سرب‌ها به دست آوردن. امیدواریم که ما برنده این بازی باشیم که برد ما در این بازی و کسب امتیاز شرایط ما رو در جدول مسابقات کاملا تغییر خواهد داد. حمزه زرینی بر خط سرویس برای ما قرار میگیره. و از دست میده. به ترتیب شاید سوال هم برای شما از دانه بیننده باشه که حالا چرا به این شکل بچه ها سرویس میزنن و سرویس ها دست میدن، که حالا در وقتی مناسبی که تایم های استراحت باشه یا وقت های استراحت فنی خدمتون خواهم گفت، یا اگرهای زیادی که در ذهن شما مطمئنن هست. کوویچ معروف، یه پاس سرعتی برای عادل غلامی که این بار از ابتدای این ست در ترکیب تیم قرار گرفته. سه دوباره سربستان به این شکل خیلی خوب زد، خودش در منطقه سرویس قرار میگیره. پتکاویچ یه پای با دفاع خوب بچه های ما موسوی مباشری و شهرام محمودی که بیش از این ما به این دفاع ها نیاز داریم. سه سمتیاسات برابر میشه. سرویس پتکاویچ یه سرباز یار شماره ده میلاش نکیچ، یه متر و 94 سانتی متری که در روز اول از او خیلی کم استفاده شد، اما امروز برمان یکی از مهرهای اصلی هستش. باز هم برای موسوی که با دستان مدافعین سربستان میخوره و به اوت میره. آسیب دیدگی فرهاد قائمی واقعا یه مقدار شرایط برای تیم ما سخت کرد، کاملا نبودش احساس میشه. بازی روز اولش رو به یاد دارید، سرویسای خوب و او و آبشاره او چقدر به تیم ما کمک کرد. یک دفاع عالی است علیرضا مشاشری، با قدرت هرچه تمومتر این دفاع رو انجام میده. کولاکوویچ رو ببینید، سعی داره تا روحی تیم رو همچنان حفظ کنه. 5-4 تیم ما یک امتیاز جلوتر از سپاه قرار میده. شهرام محمودی امتیازات برابر میشه. نوبت به هفت دراگان استانکوویچ میرسه. معروف همونجا برای مباشری، توپ که به اوت میره. معترض هستن بچه های ما، اما داور به هر دو تیم تذکر میده که بحثی رو با هم نداشته باشن. آقای فیلیپ برد و امتیاز رو به سپا میده. حساب کار 6-5 میشه. یک بار دیگه دراگان معروف، این بار کدوم مهاجم؟ باز هم خود مباشری. دراگان توپ رو تا نزدیکای تور میاره و ضربه اتاناسویچ بدون برخورد به دستای بازیکنان روی تور ما توپش به بیرون. 6-6 این بازیکن جوان و با روحیه واقعا تو اون شرایط سخت بودیم چه سرویس های پریشی داد و
ست قبل و سرستان یه جورایی مدیونه همین بازی دفاع میشه اتاناسویچ، اما توپش از دفاع به اوت میره. یه کارت زرد به سعید معروف، یه کارت زرد هم به ولادو پتکوویچ که با هم دیگه یه جورایی جر رو بحث میکنن. طبق قوانین جدید امتیاز رد و بدل نمیشه. در برگه بازی در واقع ثبت میشه که هر دو بازیکن، یعنی هم این بازیکن ولادو پتکوویچ و هم سعید معروف، یک کارت زرد رو از دوبار اول این بازی فیلیپ فرک فرانسوی دریافت کرد. سعید معروف بچه ها صحبت میکنه، باید تو اول به اون برسه، منتظر هستیم تا اون سرویس رو بزنه. ببینید زیر این فشار یک آفشار رو واقعا وارد زمین ما میکنه از سعید، از فرهاد ظریف که امتیاز رو میگیره. 8-6 وقت ساعت فنی اول. اما چرا بچه ها سرویس پریشی میزنن؟ در رقابت هایی در این سطح، در رقابت های لیگ جهانی دارم عرض میکنم و در مقابل قهرمان اروپا، اگر بخواید تیمی، نه حالا تیم ما، هر تیمی سرویس ساده و تنیسی بزنه، مطمئن بشید که بازی رو خیلی زودتر از اینها خواهد باخت. الان شماره 14 برای تیم سربستان اتاناسویچ، هر وقت در خط سرویس میشه، حتی اگر امتیاز 24 با تیم ما باشه، باز هم سرویس پریشی رو میزنه تا بتونه دریافت اول رو در تیم مقابل به هم بزنه. الان سرویس در شرایط فعلی والیبال خودش یک حمله محسوب میشه و اگرهایی که تو ذهن ماست، اگر این بازیکن در ترکیب تیم قرار بگیره شاید هم به درستی باشه. بالاخره آقای ولاسکو هم یک انسانه، ولی تجربه زیاد او میتونه تیم رو کمک کنه، ولی امکان داره که شاید بازیکن دیگه باشه تو ترکیب ما، یا بازیکنی که اگه ذخیره است و دوباره به زمین بشه شاید بهتر باشه. همه این اگرها جاش در این برنامه که بخش زنده است نیست، چون بحث زیادی داره که باید در برنامه کارشناسی به او پرداخت. به بازی برمیگردیم. یک بار دیگه سرویس خوب اتاناسویچ، حمزه زمین دروخوا رو میشکافه و توپ رو در زمین سربستان جای میده. 8-7. موسوی سرویس خوبه او، نگاه کنید دریافت احمد رو و بازیکن سرعتی رو در واقع از مدار حمله خارج میکنه. تا حالا موقعیت برای تیم ما به دست بیاد، از توپای برگشت بچه ها استفاده نمی کنن که یکیش همین تو بود. شهرام محمودی 9-7 برای سربستان. یک نیکولا کوواچویچ خیلی راحت توپ رو به دست میاره، اما فرهاد ظریف توپ رو جمع میکنه. موقعیت برای حمزه زرینی، توپ که در انتهای زمین، اتاناسویچ از فاصله دور ضربش رو میزنه به دنبال توپ. سعید معروف برگشت توپ، حالا دفاعی ما باید سر و شکل میده. پتکوویچ پاس سرعتی برای مارکو پودرس. 10-7. امیر غفور به زمین میاد به جای شهرام محمود. یک نیکولا کوواچویچ دوست به تور میخوره، حساب کار 10-8 میشه. اگر قرار بازی به ست پنجم کشیده بشه، باید بچه این بازی رو، این ست رو ببرن. در غیر این صورت ما 3-1 بازی رو میبازیم و امتیازی رو نمیدیم. بازی اول یک امتیاز ما از ست ها گرفتیم.
خطای تور از مدافع ما امیر غفور. دوباره دوم یوری موکری از اسلوواکی اعلام میکنه. این ضربه رو میبینیم درست است. آرنج های دست امیر غفور با تور برخورد میکنه. یازده هشت پادرس یه پایپ از مباشری با قدرت هر چه تموم تر که باز هم فاصل امتیازمون کم بشه. 11-9 زرینی بلسکو با دفاع خودش که امیر غفور باشه صحبت میکنه. زرینی یک امتیاز سرویس رو میگیره. تو به لبه یه تور میخوره و در جلوی زمین سربستان جای میگیره. یه لحظه نفس ها در سینه عرض شد که تور به تور خورده و ما امتیاز رو از دست دادیم. 11-10 اختلاف امتیاز یک. این با صحبه حمزه زمین توپ با فاصله زیاد به بیرون میفرسته. ناراحت از اینکه یک امتیاز از دست داد. سرس خوب است پتکوویچ بازی رو باز میکنه اما توپ با سپا جمع میکنه. نکیچ با یه شیرجه خودش میرسه. مباشری شهرام محمودی با یه جای خالی توپ به عقب زمین سپاره. نکیچ فرهاد ظریف مسیر توپ خوب تشخیص به موقعیت هست. برای زمین بالاخره به این قاعده خاتمه میده با یک جای خالی و 12-11 ببینیم صحنه را که به این صورت در زمین سربستان توپ میخواد. 12-11 عادل غلامی منتظر سوت داور فرانسوی هست. ضربه اول رو به توپ بزن. یه ضربه دفاع میشه. ناکیچ مباشری و موسوی اجازه عبور توپ رو نمیدن. صحنه که دیدنش ضرر نداره. دوازده ما به امتیازات سپاه میرسیم. فاصلش زیاد هست معروف با دفاع جلو. ولاسکوی که اصلا ناراحت نمیشد یه لحظه دوست داشت این تو تبدیل به امتیاز میشه. امیر غفور به دست کوواچویچ میخورد. باز هم در امتیازات برابر میشیم. تیم ما باید یه فاصله امتیازی بگیره. برابر پیش رفتن با این تیم حرفه‌ای کار خیلی سخت میشه. امیر غفور سرویس خوبی رو وارد زمین سپاه میکنه. فنجان میشه سعید معروف بازی میبره به منطقه و یه ضربه آرام از موسفی. بار کلابه توبگیری فرهاد زر. توبگیری داخل میدان او باعث میشه تا ما به این امتیازی که حالا میبینید دست میدان کنید. یک امتیاز بچه ها جلو میفتن. خوب سرویس زد امیر غفور. این بار هم خوب بزنه. من توازی رو عوض میکنه. اتاناسویچ هم دفاع میشه. موسوی و مباشری در کنار هم وقت سرحت برای سربها تقاضا میشه. حالا دو امتیاز ما برتر میشیم از سربستان.
ایگور کولاکوویچ رو می‌بینیم. هر یک از بازیکنان سربستان خدمتتون عرض کردن در باشگاه‌های سری آ ایتالیا دارن توپ می‌زنن با حداقل باز بالای 100 بازی ملی. اما ببینید چقدر این بچه‌های ما خوب دارن بازی می‌کنن که این تیم رو تحت فشار گذاشتن و لحظات نابی رو که شما عزیزان بیننده شاهد هستی و امیدواریم که پایانش هم پایان خوبی باشه. 15-13 وقت استراتی که تنها برای سرویس امیر غفور گرفته شد، اما او با دقت سرویسشو میزنه. یه پاک زده میشه، ببینیم رأی داور فرانسوی امتیاز توپ رو به ما میده و توپ بیرون میره. 16 امتیاز به دست میاد و ما به بخت سرعت فنی دست پیدا میکنیم. سرعت بازی تا اینجا چطور بود آقای محتشمیان؟ هر حال چیزی که الان باعث این اختلاف پوان شده کارایی خوب بچه ها در دفاعی روی تور بوده. در واقع عملکرد پتکوویچ به گونه‌ای بوده که نتونسته اونجور که باید و شاید مهاجمش رو خوب تغذیه بکنه، اگرچه دریافت به خوبی در اختیارش قرار نگرفته، اما ارتفاع توپ یا فاصله توپایی که با تور انتخاب میکنه فاصله ای نیست که بتونن مهاجمینش. الان یه پای پیچه داد، توپش نرسید به نیتیچ، بنابراین این هماهنگی خیلی زمان میخواد که شکل بگیره. این مشکل رو صرفا تو خطمه شده. با توجه که پتکوویچ خب لیگو در ایران بازی کرده دقیقاً، اما ببینید بازیکنان حرفه در این سطح به گونه‌ای هستن که خیلی راحت هماهنگ میشن. همین مشکل بچه آلمان تا حدودی داشتن، در تیم‌های دیگه دنیا هم دارن، اما در ادامه میتونن خودشون رو بفق بدن. این هستش که به نظر من این هماهنگی به خوبی شکل نمیگیره در زمین اونها. ممنون، باز هم سرویس حساب شده امیرام پتکوویچ برای اولاکشویچ. بشار انتهای زمین روی خط میخوابه. در این شرط سخت بازیکنان حرفه‌ای به این شکل از توپ بهره برداری میکنن. خیلی سخت بود این ضربه رو از دفاع عبور دادن. 16-14 این اختلاف امتیاز رو بچه‌ها باید با چنگ و دندون حفظ کنن. درقم خوش با فاصله زیاد ببینیم. هر چه هست و هر چه داره اتفاق میفته به سود تیم ما هست. 17-14 مباشری پتکوویچ، پاس هم برای فرهاد ظریف توپ جمع میکنه، پاس برای حمزه زرینی و توپی که نه، همه منتظر دست داور فرانسوی به سمت زمین ما بود که اما توپ و امتیاز به عصبانیت داور فرانسوی و یه لبخند تذکری به حمزه زرینی میده. ما صحنه رو باید ببینیم. خب به دست مدافع که برخورد نکرد. 17-15 و تناسبی جمعیت رو ببینیم. توپش به تور میخواد، او هم دوچار اشتباه میشه. ما به امتیاز 18 میرسیم. 18-15 سربستانی که بسیاری از بازیکنان مطرحش مثل برادران گربیچ رو و همینطور میلوکوویچ رو کاپیتانشون رو کنار گذاشت و اعتماد به یه سری از جوانهاش کرد. موسوی یه سری سالی رو میزن تو دریافت میشه. سعید معروف همینجا برای امیر غفور رو دفاع میکنه. امیر غفوری که نوع آبشارش نگاه کنید، ولاسکو میگه باید به منطقه 4 میده. سعید معروف باید باشه. امیر غفوری که خیلی علاقه داره به زاویه بزنه، اما اگر راست به راست رو بگیره میتونه توپ به دست دفاع بزنه و فاصله دفاع با خط تیمی کم از توپ بلافاصله به اوت. این توپ هم از نیکولا کوواچویچ 30 ساله. 19-16 صدای ایران
ایران جمعیت رو مطمئنا شما میشن. معروف بازی ساز تیم ما، یه کار سرعتی برای پاترس. این بازیکن خیلی هم علاقه منده به فیلم ترای. حالا از زمین بیرون میاد این بازیکن سرعتی 2.4 سانتی‌متری سرب ها. 19 هفته 20 سرسکو هسیناک، 19 هفته. ما به امتیاز 20 میتونیم دست پیدا کنیم برای حمزه زن که از مقابل دستان دراگان، کاپیتان دراگان استانکوویچ عبور میکنه. پاترس به زمین بر میگرد اما باید جاش به بازیکن آزاد یا همون لیبرو بده. 20 هفته 3 امتیاز برتری. سویچ با یک پرش بلند یعنی مسلط رو دست دفاع کنار میزن. شاید اگر به زاویه میگرفت شرایط تغییر میکنه. تعویض برای سرها یار 21 پتریش به جای 10 ناکیچ به زمین. ولادو پتکوویچ معروف، یه پایپ ارتفاع تو کم بود و حمزه زرنی شاید فکرشو نمیکرد که پاس به او دادش. بلا فاصله به لسکو تقاضی وقت استراحت میکنه. اختلاف امتیاز 2 به حالا به 1 تبدیل میشه. ما باید قدر این لحظات رو بدونیم. اگر بخواد ارتفاعی تو خیلی زیادتر از اینی که از سعید معروف داده بشه مطمئن باشید دفاع سروس ها به این توپ ها خواهند رسید. علاقه مندانی که در سالن حضور دارن و یک صدا نام ایران رو میبرن، این کوچولوی خوش‌ذوق هم دیدید با پرچم کشورمون تیم ملی رو تنها نذاشتن. در حال هر علاقه مندی دوست داره تیم ملیش برنده باشه. زیادم به این معادله های ما کار نداره که حالا تیم قهرمان اروپاست یا چند بازی ملی داره. یه سر بس بشه، طبیعت اصلا ورزش همین. طرفداران یک تیم به ویژه تیم ملی دوست دارن تیمشون برنده باشه. 21-19 فریاد مباشری کوواچویچ به زمین برگشته. 2 عادل قلم، یه پایپ از کوواچویچ. کمی دقت میشه این توپ رو جمع کرد. 21-20 ناکیچ برای سپازرنده سدیس وقت بود. یه پاس فوری سپر قبار برشون توب میرسیه مصمی و روی سر سعید معروف به پرواز بلند رو داد. واقعا اصلا توب به چشم نیومد. نگاه کنید عالی زده شد، توبی که به چشم نمیاد. حالا فکر کنید میشه واقعا گرفتش. 22-20 امیر غفور، سرویس خوب هم به دستان پتکوویچ نمیرسه. کوواچویچ تو بر میگرده برکل و امیر غفور باز هم همین بازی کن توپو جمع میکنه. دفاع آزاد اعتماد امیر غفور توپو میزنه، توپو اوت میده. میتونه سیم امتیاز 23 برسه. توبی که از بین دستان مدافعین، نگاه کنید بلاسکو داره بهش میگه که مسیر مستقیم رو انتخاب کن نه به زاویه. اینجا رو از کن مسیر مستقیم رو بزنه، فاصلش
بود خیلی کمه. باز هم میره رفته. این بار تو در زمین سرپا خوابیده، اما کولاکوویچ با تعجب داور فرانسوی رو نگاه میکنه. 23-21 لحظات حساس نفسگیر که در سالن التهاب خاصی رو به این بازی عجب بازی شد این ست. پتکوویچ برای اتاناسیویچ یه لحظه دفاع میشه. حالا ضربه فرهاد زریف تر دست انجام ده. مهدی مختلی پاس برای حمزه زریف، تیمی که با سرپنجه های دست مدافع میخوره، اما داور فرانسوی رای خط نگهدار رو رد میکنه و امتیاز رو به سرب ها میده. این داوره ببینید خیلی سخت تشخیصش، اگر خب نه به دست بازیکنان نخورد به درستی اعلام کرد داور فرانسوی، تعویض سرب ها هم شاهد هستیم. پتکوویچ از زمین بیرون میره، یک بازیکن بلند قامت به نام پتکوویچ با 2.1 سانتی متر به زمین. 23-22 سرب ها اگر این توپ به تور بخوره یا ما بتونیم دریافت اول خوبی رو داشته باشیم، امتیاز 24 رو به دست میاریم. ببینیم این صحنه رو. خب خیال همه رو راحت میکنه اتاناسیویچ. پس این بازیکن که الان سرویس پرشی زد، شاید انتظاری بود که فقط توپ رو رد کنه، ولی اگر بخواست توپ رو فقط رد کنه ابتکار عمل در اختیار ما بود. 24-22 موسوی حضور در لیگ جهانی میپذیره که بازیکن‌ها باید خطر کنن. یک سرویس خوب با کسب امتیاز 25. حالا اگر خراب میشد شاید میگفتید نباید میزد، ولی همین سرویس پرشی ببینید یک ست رو برنده از زمین تیم بیرون میاد. پس نیاز هست که در این سطح والیبال بازیکن‌ها از سرویس‌های پرشی با خطر بالا استفاده کنن، که همین اتفاق میفته و مثل روز اول هر دو تیم دو ست رو میبرن و کار به ست پنجم کشیده میشه که امیدواریم پایانش پایان خوب و خوشی باشه. یه استراحتی میکنیم و میریم به پخش شبکه 3. زمینی که